نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان عزیزم سلام، همایون دهخان هستم و از امروز که مورخه 4/1/98 هست تصمیم دارم که یه تعداد ویدیوهای آشنایی با اپلیکیشن براتون بگذارم، ضبط کنم و توی این ویدیوها مقداری با روش تدریس خودم تو اپلیکیشن، توی وبسایت رومانی کهن و آموزشایی که توی فضای مجازی دارم شما رو آشنا بکنم تا هر دوست عزیزی که علاقه‌مند بود بتونه از این ویدیوها، از این اپلیکیشن ها و از این وبسایت استفاده بکنه و پیشرفت بکنه تو آواز خوندن. قصد آموزش ندارم توی این ویدیوها، هرچند که نکات آموزشی خواهم گفت، خیلی هم خواهم گفت، ولی توی این ویدیوها اصلا قصد آموزش ندارم و فقط با روش و متد آموزشی اپلیکیشن میخوام شما را آشنا بکنم، با روش تدریسی که ایجاد کردم و الان قریب 1.5 سال یا 2 سال هست که دارم روی این پروژه کار میکنم و نتایجش رو دیدم و پیشرفت دوستان رو دیدم. حالا میخوام که با این ویدیوها به شما هم این اپلیکیشن رو معرفی کنم. امیدوارم که هر کسی که علاقه‌مند به آواز هست در هر گوشه ای از این دنیا، توی کشور عزیزمون، توی اقصی نقاط کشور، توی کشورهای دیگه، هر عزیزی که علاقه‌مند هست بتونه استفاده بکنه و همه میتونن استفاده بکنن از این نوع آموزش. آموزش کاملا مجازی هست و البته کسانی که استفاده میکنن از اپلیکیشن و از ما فایل ها رو خریداری میکنن ازشون پشتیبانی میشه و تو یه گروه خصوصی در تلگرام عضو میشن، پشتیبانی میشن، اونجا تمرین هاشون رو میفرستن، گوش میکنن، ایراد ها رو رفع میکنن و دوباره این کار رو انجام و دوباره بهشون میگم که اگر اشکالی داشت دوباره بتونم اون رو تصحیح کنم. این روش تست شده، میگم الان نزدیک 1.5 سال هست که خود اپلیکیشن تست شده و داره کار میکنیم با دوستان و نزدیک شاید 7-8 ماه هم قبل از اون من فایل ها رو ضبط کردم، برای دوستان فرستادم، در اختیارشون گذاشتم، نظرشون رو پرسیدم، به اتفاق همه استفاده تونستم بکنن. هستن دوستانی که خارج از کشور از این فایل ها استفاده میکنن و با ما در ارتباط هستن، از اپلیکیشن استفاده میکنن و کسانی هستن که توی اقصی نقاط کشور، جاهایی که دسترسی به کلاس‌های آموزشی ندارن، از این فایل ها استفاده میکنن، دانلود میکنن، تمرین میکنن و خدا رو شکر که میتونن پیشرفت بکنن. شما هم حتما تست بکنید، امتحان بکنید و من به شما یقین رو میدم که پیشرفت کنید و میتونید به یک آوازخون خوب تبدیل بشید و دیگه بعد از اون تمرین های خودتونه، پیگیری های خودتونه که میتونه که شما رو پیشرفت کنید. با امید خدا از امروز شروع میکنم، هر چند شب یک بار، هر مدت یک بار براتون یک ویدیو میذارم، از صداسازی شروع میکنم و توضیح میدم، صداسازی ها رو توضیح میدم، بعد حالا مباحثی که مربوط به صداسازی ها هست، اهمیت صداسازی، چرا باید صداسازی کنیم، اصلا صداسازی یعنی چی، از کجا به وجود اومده این صداسازی، اینها رو توضیح میدم، انواع اقسام تحلیل ها رو، تحلیل چطور ایجاد میشه، از کجا ایجاد میشه، چطور هست و ما بتونیم ارادی این کار رو انجام بدیم، اینها رو توضیح خواهم داد و تقریبا روش اپلیکیشن رو جلو خواهم رفت، فایل ها رو همونطوری ویدیویی جلو خواهم رفت، ولی بازم خدمتتون عرض کنم قصد آموزش ندارم، فقط شما رو میخوام آگاه و آشنا کنم با اپلیکیشن که هر کسی که دوست داشت و علاقه من بود که خیلی حرفه‌ای این آموزش رو دریافت کنه، ما بتونیم که در
خدمتش باشیم و کار رو انجام دادیم جلو. مطمئنم که اگر یک مقداری حوصله بکنید، تمرین بکنید، میتونید که پیشرفت بکنید، میتونید که اپلیکیشن اومده برای این که شما بتونید از تایمتون، از وقتتون بهتر استفاده بکنید. دیگه فاصله ها کوتاه شده، دیگه نیاز نیست شما مسافت ها رو طی بکنید به کلاس ها. البته برای کسانی که دسترسی ندارن به کلاس های آموزشی، بعضی هستن دوست دارن کلاس برن. البته من کلاس های حضوری دارم، ولی خب کلاس های حضوری تمام از اونه که این کار رو انجام میدن میدونن کلاس های حضوری خب تعداد کم هست، شما افراد محدودی رو میتونید آموزش بدید و کسایی هم هستن که از شما دورن، توی جاهای دیگه هستن، شهرهای دیگه که شهرهای دیگه نمیتونن استفاده بکنن. ما اومدیم توی اپلیکیشن این کارا رو کوتاه کردیم، این فواصل رو از بین بردیم و کلاس‌های حضوری رو تا جایی که امکان داشته مجازیش کردیم و آوردیم به صورت فایل‌های صوتی در اختیار دوستان قرار دادیم که شما بتونید توی اوقاتی که به اصطلاح میشه گفت اوقات مرده شما هست، فرض کنید شما توی حالتی هستید، توی مسافتی رو دارید رانندگی میکنید، مسافتی رو پیاده روی میکنید، اینها رو میتونید بذارید توی گوشتون گوش بکنید، تمرین بکنید و از وقتتون استفاده بکنید. از ویژگی های اپلیکیشن و فایل هایی که توش ضبط شده و آماده هست اینه که شما با ریزکاری ها آشنا میشید، برای هر چیزی که گفته میشه تمرین گذاشته شده، تمرین میکنید. شما با کوچکترین نکاتی که نیاز هست که یک آوازخوان بدون موقع در موقع خوندن آشنا میشید، مخصوصا توی دوره ردیف آوازی که بعد از دوره صداسازی ما ضبط کردیم فایلاشو داریم، شما آشنا میشید. گوشه های یک دقیقه‌ای که فرض کنید که یه گوشه یک دقیقه، یک دقیقه و نیم، نهایت دو دقیقه طول میکشه، شما برای شما فایل های 30-40 بعضی اوقات تا یک ساعت فایل توضیحی گفته شده، تمرین شده توش و شما توش آشنا شدید که فرض بکنید این تحریر چطوری اجرا شده، تحریرها شکافته شده، قطع قطع شده، کند شده، تند شده، تکرار شده و شما اینها رو میتونید که گوش بکنید و با میتونم به جرئت بگم با شاید دو سه بار خوب گوش کردن مسلط بشید به گوشه و بعد دیگه برید روی فایل یک دقیقه‌ای و اون رو تمرین بکنید. این روشی بوده که خودم ابداع کردم، ضبط کردم فایل‌هاشو و تست کردم و نتیجه گرفتم و همه دوستانی که هستن و کار کردن میتونید که بیاید تو گروه ما یا تو گروه خصوصی، گروه عمومی هم هست، گروه عمومی هم برای همه علاقمند ها هست، گروه خصوصی برای کسایی که اپلیکیشن رو دارن استفاده میکنن، اونجا بیایید و نتایج رو ببینید، کانال نتایج ما رو ببینید، ببینید که دوستان دارن با این فایل ها چطور تمرین میکنن و چقدر پیشرفت میکنن. برای فکر میکنم که فایل اول امروز همینقدر رو با هم کافی باشه که جلو بریم. از فایل های بعدی من شروع میکنم با امید خدا از صدا سازی از ابتدا شروع میکنم و سعی میکنم که حالا فایل های ویدیویی دیگه از 15-20 دقیقه بیشتر نشه، تا جایی که بتونم، البته تا جایی که مطلب تموم بشه 15-20 دقیقه، 10 دقیقه تا 20 دقیقه، هر چقدر که طول بکشه نیاز باشه توضیح میدم در مورد اون فایل، در مورد اون مبحث و بعد فایل بعدی و فایل بعدی و فایل بعدی تا با امید خدا بریم صدا سازی تموم بشه و بعد دوره ردیف. تو دوره ردیف هم ما شروع میکنیم تمام دستگاه ها و آوازهای ایرانی رو میخونیم، ردیف عبدالخان دوامی رو کار میکنیم، عبدالخان دوامی رو کار میکنیم و جلو میریم. روشمون هم به این ترتیب هست که توی دوره ردیف آوازی من هر تیکه ای از دو گوشه رو میخونم، خوندم، البته منظورم این که خوندم، فایلشو ضبط کردم، بعد تکرار کردم، بعد این تکرار رو سرعت کم گفتم و
سرعت رو به مرور زیاد کردم، 10 دفعه هر تیکه رو تمرین کردم، تکرار گذاشتم براشون، تکرار میکنم، شما گوش میکنید و تمام مشکلاتی که خواننده در موقع یادگیری داره رو سعی کردم که رفع کنم. مشکلاتی از قبیل این که شاید متوجه نشیم که تحریر ملودیش چی هست، به چه ترتیب تحریر داره اجرا میشه، ادواتی که توش به کار رفته چی هست و ترکیب اینها و ترتیب اینها، تکرار اینها چی هست گفته شده. چون کسایی که حالا مختصری هم کلاس رفته باشن، دوره ردیف مخصوصا، براشون مشکله که بدونن که استادی که براشون خونده یا ضبط کرده یا حالا شنیدن اینجا چه تحریر داره اجرا میکنه و به چه طریق داره اجرا میکنه. و خیلی سخت هست. شاید مشکلاتی بود که ما هم داشتیم، من هم داشتم و این مشکلات باعث شد که این روش رو به کار ببرم. دوستان عزیزم، اگر که با من همراه باشید و با هم جلو بیاییم، قطع یقین بدونید که شما هم میتونید به آرزوی قلبی خودتون برسید. آواز خوندن چیزی است که شاید خیلی از ما که اهل ایران هستیم، زاده ایران هستیم، دوست داریم انجام بدیم و به اصطلاح به خونمون خوندن آواز هست و آواز خوندن هست. شعر حافظ، شعر مولانا، شعر سعدی، اینا به خون ما هست و ما دوست داریم رو اجرا کنیم. تمرین کنید، قبل از این که تصمیم بگیرید تست کنید، بشنوید و بعد نتیجه رو خودتون ببینید و همراه ما باشید. تا ویدیوی بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم و امیدوارم که بتونم اون چیزی رو که مد به نظرم هست برای شما ضبط کنم و تقدیمتون کنم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.